عليكم. وعليكم السلام. سلام عليكم. وعليكم السلام. سلام عليكم. وعليكم السلام. درود بر قدرة الله، حضرت ظل الله، عبید الله، انشاءالله که بر مسند هیبت الله باشد و سیف الله. شکر الله که کسالت رفت و به حمد الله عافیت برقرار است. چند تایی از این القاب که اتصال به الله دارد را برای خلیفت الله بنویس تا به فضل الله عنایت الله شود و انشاءالله حکم امارت ری را به نامتان سیاه کنند. ذلیل الله شود آن کس که جنابتان را سر می دواند. امیر در میدان سخن هم از نوادر عربند و امثال حقیر به گردشان هم نمی رسند. مشعوفم و مسرور که امیر را بشاش و براق و برام می بینم. امیدوارم که همیشه کیفتان کوک و وجودتان از جمیع بلایا در امان باشد. آمین یا رب العالمین. لنگی پا باعث شد تا چندی از قافله سیاست عقب بمانیم. چه خبر عمر؟ از کجا امیر؟ از همه جا، از شام، از عراق، از حجاز. عراق که زیر سایه مبارک امن است و امان. ابن رویس از پس کارها برآمده. اخیرا زمزمه های از جانب برخی شیعیان که خود را تواب می دانند. حتما ابن رویس اخبارشان را به سمع مبارک رسانده. تواب؟ توابین دار دسته سلیمان صورت خزایی هست. بن هرایس سیر تا پیازشان را می‌داند و سخت مراقبشان است. یکی دو مجلس مخفی داشتند و روزه‌ای خواندند و اشکی ریختند و رفتند به کارشان. بن هرایس می‌خواست شما را در جریان کارشان قرار دهد. من رأیش را زدم. چرا رأیش را زدی صفی؟ چون حالت خوب نبود. ترسیدم با شنیدن خبر خرابتر شوی. اتباع دادن اخبار بد به شما را من کرده بودم. عمر صدم بی احتیاطی کرد. میترسم باز جوش کنی و دوباره زخمت عود کنه. این توابین سخنشان چیست؟ چه دایه ای دارند؟ بفهم شیخ، زاییدی بزرگش کن. فکر میکردم امیر واقف به امور جاری است. وگرنه زبانم را داغ میکردم تا موجب پریشانی خاطر مبارک نشود. تعارف تکه پاره نکنید، جوابم را بدهید. پرسیدم توابین چرا توابینند؟ به این دلیل توابینند که خود را معصیتکار دانسته و توبه کردند. توابین معتقدند که در قصه حسین ابن علی کوتاهی کردند و یاریش نکردند، پس معصیت کردند، لذا نادمند و تواب. و بعد؟ بعد همان است که جناب معقل فرمودند. مجلس تعزیتی برپا کردند و اشک ندامت ریختند و اقرار به گناه کردند. هنوز هیچ کس نمی داند قصد و غرضشان چیست. من حدس می زنم که در تدارکند تا به خونخواهی حسین ابن علی برخیزند. عجب، ظاهراً خون حسین خوشنا شدنیست. تواب مولود خطرناکیست، مجال روش پیدا کند مهار ناشدنیست. تا زبان باز نکرده و راه نیفتاده باید نابودش کنیم. امیر، ترس من از سلیمان و دار دستش نیست. من از مختار میترسم که در مکه ظهور کرده. مختار، شنیدن این نام مشمئزم میکند. خدا بی برادر زنت کند عمر. بس که مختار کردی، ما هم به شنیدن نام مختار هول میکنیم. مختار در مکه است، چه کار به دار دسته توابین دارد در کوفه؟ عرض میکنم مختار در مکه با عبدالله زبیر بیعت کرده. مطمئنی مختار با آل زبیر بیعت کرده؟ بله امیر، مطمئنم. برای دادن همین خبر مصدق شدم. خبر داغ داغ است و بکر. امروز صبح خبرش به من رسید. ابن زبیر کجا؟ مختار کجا؟ این دو قرابتی با هم ندارند. یکی سایه آل علی را با تیر میزند، یکی سنگ آل علی را به سینه. بعید میدانم. یحتمل خبر حقه آل زبیر است و لاف. من هم خیال میکردم خبر بیعت مختار لاف آل زبیر باشد، ولی وقتی شنیدم که مختار به شرط و شروط بیعت کرده و در قبال بیعتش حکومت عراق عرب را خواسته، باورم شد که خبر صحت دارد. حکومت عراق عرب را خواسته؟ بله امیر. ابن زبیر هم داده؟ بله، توی حکم مکتوب عراق عرب را به مختار بخشیده.
عجب حرام لقمه ایس ابن زبیر و عجب خریس مختار. خبر صحیح باشد برو با خیال راحت لالا کن عمر و فاتحه مختار از همین حالا بخوان. فکر میکردم مختار باهوشتر از این حرفا باشد. محبوبیتش را نزد شیعیان از دست خواهد داد. فراموش نکن آل زبیر دشمن دیرینه آل علی است. ثانیاً مختار با شرط حکومت عراق در اصل حکم قتل خودش را مهر کرده. آل زبیر او را مدعی دولتش میپندارد و پس از دفع خطر یزید او را سربنیز خواهد کرد. سالسن ابن زبیر از ترس لشکر شام مجبور شده به مختار باج بدهد. پس خطر لشکر شام برایشان جدی است. من بعید می‌دانم که مختار و ابن زبیر از جنگ قریب الوقوع مکه جان سالم به در ببرند. پس بهتر است ما به توابین علوی فکر کنیم و مختار زبیری رو فراموش کنیم. مختار در امور حرب واقفید و نیز به دیانتش. مرحبا به شما که بدون بخل و حسد و با شور و رغبت به سالاری او گردن گذاشتید. سپه سالاری جیوش الله به ما و ایزن به قیاس الدین فخر الدین سیف الدین جناب امیر مختار ابن ابو عبید ثقفی مبارک باد. آمین یا رب. سپه سالاری امروز مختار مرا به یاد سپه سالاری مرحوم ابو عبید انداخت که در زمان خلیفه ثانی حضرت عمر ابن خطاب داوطلب حرب با لشکریان فیل سوار یزدگرد شاه ساسانی شد و به قدرت ایمان و شمشیرش اون لشکریان بیشمار را منهدم و منهزم ساخت. الله اکبر. امروز مختار میراث خوار همان پدر است و لشکریان یزید شاه سفیانی در برابر اوست که به لحاظ شماره خلق و خو و کبر و غرور
با لشکریان یزدگرد شاه ساسانی مو نمیزنن. خلیفه مسلمین امیرالمومنین یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، حامل خبری هستم برای سپهسالار لشکر خلیفه جناب حسین ابن نمیر. حسین ابن نمیر منم. خوش آمدی سالار، به سرزمین نزول قرآن خوش آمدی. همه جای عالم ارض و سما آیات خداست، حرمت بقعه را متولی بقعه نگه می‌دارد. تو که نیامدی لشکر شکست ناپذیر شام را قیاس به لشکر ابرهه کنی. ابدا سالار، حکایت این لشکر حکایت لشکرکشی رسول خداست در فتح الفتوح مکه. این لشکر برای نجات کعبه آمده. پیامت چیست و از طرف چه کسی است؟ قاصد قریش صوفیانی های مکه هم. خواستند به شما خبر دهم که سپهسالار لشکر مکه مختار است. مختار؟ کدام مختار؟ مختار ثقفی. مختار پسر ابو عبید ثقفی؟ بله، مختار پسر ابو عبید ثقفی فیلفکن. یقین داری همان مختار است؟ مطمئن باش سالار، به چشم خود دیدمش. مختار باید زندانی ابن زیاد در کوفه بوده باشد. چطور از مکه سر در آورده؟ به یک روایت شنیدم که از زندان کوفه گریخته. به یک روایت هم شنیدم که امیرالمومنین یزید دستور آزادیش را داده. روایت دوم معتبرتر است. فاتحین کربلا عجب اشتباهی کردند. بماند، جنگ مکه برای لشکریان شام حکم مشق شمشیر را دارد. شاید با وجود مختار مجبور شویم جنگی کنیم تمام عیار. خبر خوشی بود قاصد. بیا اینم حجز پایت. به قریش صوفیانی مکه بگو من باز هم منتظر اخبار نابتان هستم. درود بر خلیفت الله حضرت عبدالله ابن زبیر ابن عوام. حامل خبری هستم از جناب مصعب. در جیش الله مکه ید الله مختار است و عین الله مصعب. نام این دو در کنار هم پشت لشکر یزید شاه را می لرزاند. بگوشیم مسلمان، بگوشیم. عذر تقصیر دارم حضرت خلیفه، خبر محرمانه است. نامحرمی در این مجلس نمی بینیم. مسلمان غریبه‌ای در این مجلس نیست، همه خودی‌اند و محرم. ولی حقیر دستور دارد که پیغام مصعب را به حضرت خلیفه برسانم. خلیفه رخصت فرمایند، حضار مجلس را ترک میکنند. لا بالله، خیر. دور از عدالت و انصاف است ابو اسحاق. خب پیش بیا و
پیغامت را در گوش ما بگو. لشکریان شام در دامنه کوه قایقهان اردو زدن. تجهیزات و شمارشان فوق تصور است. توصیه میکنم به هیچ وجه من الوجود مکه و کعبه را ترک نکنید. ضمناً نام مختار همانطور که حد زده بودید پرآواز است. شامیان مختصری از نام مختار وایمه دارم. امروز نوبت مصعب بود، فردا نوبت من و تو. این جادوگر همه ما را از چشم خلیفه میاندازد. تو بیدلیل عصبانی هستی جعفر. خلیفه بی حکمت کاری نمی‌کند. فلحال که کردی، منصب مصعب را به مختار داده. تو چرا بی تعصب شدی منظر؟ غرض مختار نفاق بین ماست. شکار منصب مصعب یعنی از دل و دماغ انداختن او، یعنی جدا کردن برادر جنگجو از برادر خلیفه‌اش. عجب آتشی به پا کرده ای مختار. بانوی من خاشه، کجایی؟ خلیفه بر سر سفره نشسته، لب به غذا نزده، مدام میپرسد خالم کو خالم کو. به جمع تا غذا یخ نکرده. زبیده، تو این سرلشکر جدید رو میشناسی؟ جست و گریخته چیزهایی دربارش شنیدم. مرد با جنم و جوهریست. شایعه بود پسر سردار فیل شکن است. بیا زبیده. گوش کن، ببین چه به روز پسران زبیر آورده. مختار مرد رند است، قبول. غرض و مرضش نفاق بین ما نیست، او سودای عراق است. این خط، این نشان، قصد مختار ردای خلیفه است. خدایا توبه، قصد مختار ردای خلیفه است. خدا به دور سرورم. شکسته با دستی که به ردای خلیفه طمع کند. الهی آمین. این جلز و ولز کردن های جعفر از روی حسادت است. خب جوان است بانو جان، حق دارد. مصعب هم بفهمد مختار جانشین او شده، خونش قلقل می جوشد. پس چرا منظر حسودی نمی کند؟ چون زنی مانند خاشعه دارد. به قول خلیفه شما شبیه ام المؤمنینی. به شوهرت آموخته حسادت نکند. ولی منظر باید از مختار بترسد. مختار، مختار، خیر نبیند که نرسیده، همه را به هم ریخته. دل و دین خلیفه را برده. بی اجازه او آب نمی خورد. زبیده، اشتباه نمی کنی؟ خلیفه بر سفره منتظر چه کسیست؟ مختار یا خاشعه؟ خب معلوم از سرورم منتظر خال خاشعه است. خلیفه منتظر خال عایشه است زبیده. باید اقبال بلندی داشته باشی تا در نظر خلیفه شبیه ام المؤمنین باشی. بیا. می‌ترسم عاقبت با این دست پخت لذیذت هر دو من را بکشتم بدهی. من به خاطر دست پختم کنیزتان شدم، به نکاحت در آمدم تا به شکمتان برسم. شرط کردم تا شرمنده نشوم، پس گله نکن. دشمنتان شرمنده، من که گله نکردم. مرد وقتی خوشخوراک باشد زن را شکمو می‌کند. من هم عین خودتان عاشق غذاهای خوشمزه.
جلیله، به نظرم کمی لاغر شدی. ممنونم که خلیفه به چاق و لاغری کنیزش توجه دارد. نصف گوشت و گلم ریخته. خدای نکرده کسالتی داری؟ اشتهایم کور شده از هول و هراس یزید و لشکرش. شما ساکن مکه اید، معتکف کعبه اید. تا زمانی که در پناه کعبه اید از هیچ خطری نترسید. من دخلهو کان آمنا. اخبار حمله لشکریان یزید به مدفن و نبی جلیله را ترسانده. فکر می کند حرمت کعبه را می شکنند. مثقال خوف به دلتان راه ندهید. تدبیری اندیشیدم تا یزید و لشکریانش در مکه بلعیده شوند مثل این لقمه. بسم الله، بخورید. این تدبیر که فرمودید مختار است؟ سفره معطل بماند که راحت دارد. غذایت را بخور تا از دهان نیفتاده. به خلق و خو با مرحوم خالم عایشه مو نمیزنی. در هم نشو نور دیده. ترک بعضی از آداب مضر است. بعد از صرف نهارمان بمان تا درباره تدبیرم سخن کنیم. بخور. به نظر من با سپه سالاری مختار مصعب را فلج می کنید. مصعب گیج و عصبانی می شود ولی فلج نمی شود. مصعب خوشنامترین جنگجوی حجازی است. بهتر نیست گیج و عصبانیش نکنی؟ چرا؟ چرا؟ ولی چاره ای ندارم نور دیده. اخبار موثق دارم شامیان به شنیدن نام مختار وحشت می کنند. مختار شمشیر زنی قهار و میدانداری سیاس است. یزیدیان از یک جنگجوی سیاس بیشتر می ترسند تا مصعبی که به اتکای شمشیر پدرم زبیر شهره حجاز است. تکلیف مصعب چه می شود؟ روانیست یکی از دلیرترین پسران زبیر در مصاف با کفر یزیدیان دست و پایش بلرزد. مصعب را من بزرگ کردم. رگ خوابش را می دانم. بلدم چگونه با او صحبت کنم که شل نشود. با عقاید مختار چه می کنید؟ او مرید علی است و دشمن ام المؤمنین عایشه. در دولت ما مختار به خاطر عقایدش منفور و ملعون است. افسوس، افسوس. شر یزید بی مختار دفع می شد. هرگز، هرگز با او بیعت نمی کردم. چرا احتیاط می کنی؟ کسی صدای ما را نمی شنود جز خدا که محرم اسرار ماست. یحتمل منظر و جعفر گوش ایستادند
مغرورند و جوان. تو زبان برنده‌ای داری، مجابشان کن، مجابشان کن، با مختار دشمنی نکنن. حق با تو بود جعفر، مختار بدجوری اخوی را فریفته. حالا لشکریان مکه کعبه را جان پناه خود قرار دادند، قصد ندارند از مکه بیرون شوند. حدس می زدم با وجود سیاسی مثل مختار بعید بود خطر کنند و در خارج از بیت الله الحرام اقدام به جنگ نمایند. این فقره را مختار کور خوانده. منجنیق‌های ما با گوی‌های آتشین آمادند تا کعبه را بر سرشان ویران کنند. اما سالار، من خلاف این را شنیدم. یعنی چه شنیده ای؟ شنیدم مختار سخت مخالف ماندن در مکه است. اصرار زیادی دارد که لشکر را از مکه خارج کند. پس چه کسی با سپه سالار لشکر مخالف است؟ ظاهراً این نظر خود خلیفه زبیری است. این خلیفه شکم به گشاد حجازی را چه با آداب جنگ؟ معتقد است که در کعبه و مکه بمانند، لشکریان جن و ملائکه به کمکشان می آیند. عجب خریس این خلیفه خیکی حجازی. محمد که رسول خدا بود و وحی بر او نازل می شد، بر امور جنگی گوش به نظر فرماندهانش داشت. این مردک ظاهراً از رسول خدا هم پیش افتاده. به همین رویه جلو برود، ادعای علم غیب و نزول وحی هم می کند. پس قرار است ما به مصاف لشکریان نامرئی جن و ملک برویم. قدم نمی آید این فقر و جنگ را تجربه کنم. به قریش سفیانی مکه بگو گویهای آتشین شامی دوست و دشمن نمی شناسند. وقتی منجنیق ها آتش ببارند، تر خشک را به پای هم می سوزانند. پس بهتر است مکه را ترک کنند. ابو اسحاق، مکه شهری است که پر از انفاس قدسی سید المرسلین صلوات الله علیه است. کعبه نظر کرده حضرت حق است. اینها در دل شامیان هراس می افکند. کعبه و مکه نه برای به قول خودت یزید شاه قداستی دارد، نه برای لشکریان جرارش. من هم اوایل گمان می کردم شامیان جرأت تعرض به کعبه را نداشته باشند، اما وقتی شنیدم بر سر مدینه تو نبی جا آوردند، باورم شد این لشکریان شیاطین حتی از ویران کردن کعبه ابایی ندارند. ماندن ما در مکه یعنی قربانی کردن لشکریان ما. مختار، ما در برابر آنها تقریبا یک به دهیم. در بیابان نمیتوانیم حریف آنها بشویم. حکایت امروز ما حکایت جنگ احزاب است. سید المرسلین وقتی دید نمیتواند حریف لشکر 12,000 نفری احزاب کفر بشود، جنگ را به مدینة النبی و خندق کشند. مدینة النبی آب دارد، زمینش خاکی است. برای همین مسلمین توانستن خندق حفر کنند و راه دشمن را سد سازند. ما در مکه چه خاکی به سر کنیم وقتی نه آب دارد نه کلنگ بر زمین سنگیش اثر می کند؟ کعبه را داریم. معجزه کعبه کم از قدرت یک خندق است. چرا مقلته می کنی شیخ؟ شیخ نه، تو در بیعت مایی ابو اسحاق، ما خلیفه توییم. خلیفه از افکار ناپخته و نسنجیده بریست. خلیفه ندرتا مرتکب خطا می شود. خلیفه معقول می اندیشد و بر اساس مشاهدات و محسوسات به میدان می رود، نه غیبیات. ما در مکه بمانیم محبوس می شویم، فلج می شویم. جسارت است با این شیوه پیش برویم، ناگزیرم استعفا کنم.
نمیخواهم سپهسالار لشکری بازنده باشم. تو زیاده از حد تعصب نشان میدهی مختار. به تو اعتقاد نداشتم سپهسالارت نمیکردم. چه سود از سپهسالاری که اختیار ندارد؟ شما گوش به دهانم اصاب دارید، پس بهتر است او را سپهسالارش کنید. تو با مصعب مشکل داری؟ حرف در دهان منه مسلمان. من چه مشکلی با مصعب دارم وقتی هنوز او را ندیدم؟ حرف من این است شما به درایت و کاردانی مصعب ایمان دارید؟ بسیار خوب، پس چرا سپهسالار را لشکرش نمی کنید؟ قول می دهم من همچون سربازی فداکار و مطیع در رکابش شمشیر بزنم. تو چرا فکر میکنی من به توصیه مصعب به خارج شدن از مکه مخالفم؟ برای اینکه ما با هم شور کرده بودیم، ما با هم توافق کرده بودیم. از وقتی قاصد مصعب در گوشتان چیزی زمزمه کرد شما به کل عوض شدید. من قسم فضولی نیست، اما گمان میکنم مصعب شمار و تجهیزات لشکریان شام را دیده و ترسیده، لذا از شما خواست از مکه خارج نشوید. الله اکبر، عجب گوشهای توانایی داری ابو اسحاق. هم بر خود ستایی نکنید، این موها در آسیاب سپید نشدند. من از 13 سالگی مشق جنگ و سیاست کردم. در این سن و سال فرصتی برای اشتباه کردن باقی نمانده. بنا باشد این بار هم بازنده میدان باشیم. عمرم یک سر تباه شده. یعنی با وجود قلت لشکریان خودمان و کثرت لشکریان دشمن هنوز معتقدی بیرون از مکه به مساف شامیان برویم؟ بله، حصار مکه و کعبه امکانی است که همیشه وجود دارد. ما بیرون مکه به مساف شامیان می رویم، چنانچه عرصه بر ما تنگ شد عقب می نشینیم و مکه را به حصاری امن مبدل می کنیم. بسیار خوب. خوارج چه نظر داری با اصحاب؟ تا بار چندین بار پیغام فرستادند که حاضرند دوشا دوش ما با یزیدیان بجنگند. حکایت من با خوارج حکایت پدر کشتگیست. من از ایشان کینه ی اشتاری به دل دارم. با این حال بیایند، بد نیست. آتش تندشان رو به جان شامیان میاندازیم. فقط مواظب چشمان ظاهربینشان باش، ممکن است باز با دیدن علم و کتلی فریب بخورند و فریاد لا حکم الا لله سردند. در ازای همکاری چه خواستند؟ نمیدانید. خب چرا با ایشان مذاکره نمی کنید؟ نه ابو اسحاق، من زبان این جماعت را نمی فهمم. این هم باریست که بر دوش خود توست. سردسته آنها شیخ عبوسیست به نام نجدت ابن عامر. خودت با او بنشین و ببر رو بدوز. من با دیدن این جماعت ثقل مزاج می گیرم. معید باشی ابو اسحاق. مصعب، هر چقدر تو دوری کنی مختار نزدیکی میکند. آنقدر نیا تا عاقبت مختار خرقه از تن برادرمان بدر کرده.
مسندش را تصاحب کند. مصعب، مختار اخوی را سر کرده. بی اجازه مختار آب نمیخورد. همه فهمیدند که خلیفه رأی مختار را به رأی مصعب ترجیح داده. میخواهد لشکر را به مسلخ بکشد. میخواهد مکه را ترک کند. خیلی از اهل معرفت در باب معایب قدرت و مفاسدش داد سخن دادند. فی المثل قدرت شقاوت می آورد، قدرت شرک می آورد، قدرت آدمی را متکبر می کند و خودخواه. مصادیق فراوانی هم دارد. به نظر من هم وادی قدرت وادی لغزنده و خطرناکی است. همین یزید شاه علیه اللعنه را حب قدرت بیچاره کرده. اما من فکر میکنم قدرت محاسنی هم دارد. یکی از محاسنش تحقق رویاهای بچگی است. بچه که بودم آنقدر کعبه را دوست داشتم که میخواستم همه جایش را طلایی کنم. خدا کند نمیرم تا به یکی از آرزوهای کودکیم جامعه عمل بپوشم. کعبه مطلع در برابر کلیساهای نجاشی و مسجد سبز اموی. نظر تو چیست ابو اسحاق؟ چه عرض کنم؟ هر کس عقیده ای دارد و سلیقه ای. برای من همین خانه ساده سنگی روحانی تر است. کعبه مقدم بر نفس کشیدن است. مرحبا. مصعب، مصعب که شنیده اید ایشانند. یکی از پسران نامی و سلحشور زبید ابن عوام. الحق که شمشیر پدرم زبیر برازنده قامت رعنای اوست. از دیدار شما خوشنودم. افتخار آشنایی با کدامین دلاور را دارم؟ ایشان سپه سالار ما هستند مصعب. جناب مختار ابن ابو عبید ثقفی که من او را ید الله می خوانم. پس مختار شمایی؟ زهی سعادت.
من مختار ثقفی هستم، حاکم عراق عرب. این هم حکم امارته. این حکم را چه کسی به شما داده؟ برادرتان خلیفه. برو جانم، برو، برو زراعت کن و حکومت را به اهلش بسپار. برو. از قضا من در زراعت ید بیضایی دارم، آمدم تا کاخ کوفه را شخم کنم و در خاکش انجیر و زیتون بکارم. کجایی؟ میراس گرانبهایی که بر کمر جناب مصعب بسته شده باعث شد تا لحظاتی تیاد عرض کنم و به دوران پیامبر و زبیر بروم. روزهایی به چشمم آمدند که این شمشیر در رکاب پیامبر معجزه ها میکرد. به دوران پیامبر و زبیر رفتی؟ یا به دوران علی و زبیر؟ اخویتان مانع نمی شدن، به جنگ جمل و علی و زبیر هم می رسیدم. یقین داری راه را درست آمده ای؟ اینجا سرزمین حجاز است و این خانه خانه کعبه و ایشان برادر ارشدم اولین خلیفه زبیری است که حجاز در بیعت اوست. من راه را درست آمده بودم به قصد طواف کعبه، اما شاید حب دنیا در دلم بوده که خودم را به اهل دنیا حوالت داد. یعنی پسران زبیر طالب دنیای اند؟ ما دنیا دوستیم یا تو که از گرد راه نرسیده قباله حکومت عراق را مطالبه کردی؟ شما هم بهتر بود پیش از آن که دست بیعت با اخویتان بدهید حق و زحمتان را قباله می کردید تا به سهم این آن رشک نورزید. کافیست. لا اله لا اله لا اله. شما دوتن در چشمان هم چه دیدید که زبان به رجز خانی میچرخانید؟ مصعب، مصعب، این چه رسم مهمان نوازی به ادب است؟ مختار در بیعت ماست. عذر تقصیر دارم اخوی، ابلیس لحظه ای وسوسه‌ام کرد و مختار را در هیبت دشمن دیدم. پوزش میتلمم مختار. آنچه عوض دارد جناب مصعب گله ندارد. من هم لحظه ای شما را دشمنی غاصب دیدم که کاخ حکومت هم را تسخیر کرده. آدمی موجودی غریب است. من نمیدانم آنان که منکر عالمه پس از مرگ و رستاخیز میشوند چگونه خواب و خیال و کابوس و رویا را تفسیر میکنند. خیلی عجیب است. همین از سایه من کالبدم در کنار شما بود و در آن واحد لحظه ای به کاخ کوفه رفتم و جناب مصعب را دیدم که بر تخت حکومت تکیه زده و مرا به نیش و کنایه تحقیر می کند.
من شک ندارم که جنود شیطان میخواهند خدعه کنند و شما را به تیر رشک از هم جدا کنند. دست و قوت به هم بدهید و روی یکدیگر را ببوسید. مرحبا مرحبا، احسنت بر شما. مصعب و مختار نام های کم آوازه‌ای نیستند. پشت به پشت هم بدهید، پوزه یزیدیان را به خاک می‌مالید. انشاءالله انشاءالله. چرا پکر و سردر گریبانی؟ پکر و سردر گریبان نباشم وقتی میبینم برادرم به میل خود به شکم نهنگ میرود. سر راست کن برادر، سر راست کن، قبول کن که حسودی. تمنا میکنم مرا از خدمت در این جنگ معاف کنید. چرا؟ نمیتوانم، دستم به قبضه شمشیر نمیچسبد. هرچه میکنم مختار را از دل و ذهنم بیرون کنم نمیتوانم. مصعب جان، تو دلیرترین، رشیدترین و جنگجوترین پسر زبیری. میراث گرانبهایی را که در دست داری نشانه فضائل توست، وگرنه من آنقدر سخاوتمند نیستم که این میراث گرانقدر را به تو بسپارم. کاش مثقالی هم سیاست داشتی، آن وقت جبه خلافت را بر قامت تو می پوشندم، غرق تماشایت می شدم و کیف می کردم. بله، مختار نهنگ است. حکومت عراق عرب خدعه اوست، برای اینکه به نیت شومش پی نبریم. او چشم به جبه خلافت دارد. پس چرا این همه به او میدان داده اید؟ برای اینکه در حال حاضر به او احتیاج داریم. چطور میخواهید بعداً مهارش کنید؟ هنوز هیچ نشده به جای شما تحکم میکند، به جای شما بر میدارد و به جای شما مینشاند. به همه اسرارتان واقف شده، به همه جای کاختان نفوذ کرده، حتی به اندرونیتان، به حرم سرایتان. بحث همان یک مثقال سیاست است که نداری. مصعب جان، وقتی میخواهی نهنگ صید کنی، دشنه‌ای در آستینت پنهان کن و کاری کن تو را ببلد. وقتی در شکم نهنگ فرود آمدی، شکمش را پاره کن و بیرون آی. یعنی کافیست مصعب، کافیست. کاش حسودی نمی کردی، تا مجبور نباشم رازم را بر زبان آورم. می دانم تو رازدار امینی هستی مصعب. دست و
به قبضه شمشیرت ببر و پا به پای مختار بر دشمن قدار بتاز و راز من را در صندوقچه اسرار دلت پنهان کن و با هیچ بنی بشری سخن مکن، حتی با منظر و جعفر، حتی با اهل حرمت. منتظر باش تا موعد شکار نهنگ فرا رسد. لبیک یا اخی، لبیک. قبول میکنید تحت فرماندهی واحد عمل کنید و اراده خودتان را در امور جنگی دخالت ندهید؟ این از اهم واجبات هر جنگی است. تا فرماندهی واحدی نباشد فتح و ظفر میسر نشود. بسیار خوب، از این پس شما سربازان لشکر مکه اید. جیش الله حافظه بیت الله. درود، درود بر عباد الله، سیف الله و ید الله. این اتحاد هم از برکات کعبه است. ای اهل حجاز، پسران بزدل و ترسوی زبیر آبروی پدرشان را وثیقه آبروی خود کردند. منظر بیا با شمشیر پدر بجنگ. چه شد مانو جان؟ دل آشوبم زبیده، میترسم منظر بچه این کند. نترس سرورم، لشکر مکه جنگجوی آب دیده کم ندارد. مختار و مصعب به اندازه یک لشکرند. منظر جوان است و مقرب، تحریکش کنند هوایی میشود و به میدان میرم.